طالبان 5 مرد و 1 زن را در غور در ملایمام شلاق دادند. شمار جان باختگان زمین‌لرزه ویرانگر در ترکیه و سوریه به 6300 نفر افزایش یافت. بایدن فرمان اجرای در مورد افغانستان را تمدید می کند. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام وقتتان بخیر. یکی جدی خواهی دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا می نمایم تا پایین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را نیز سابسکرایب نمایید. طالبان 5 مرد و 1 زن را در غور در ملایمام شلاق دادند. منابع مردمی در ولایت غور میگن طالبان 6 نفر از جمله 1 زن را که به اتهام اعمال نامشروع فساد اخلاقی و شراب نوشی بازداشت شده بودند در ملایمام شلاق داده شدند. به گفته منابع حکومت طالبان بر این افراد امروز سه‌شنبه 8 در و در استادیوم وردیشی شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور اجرا شده. به هر یک از این افراد بین 15 تا 39 ضرب شلاق داده شده است و همچنان شمار جان باختگان زمین لرده های ویرانگر در ترکیه و سوریه به 6300 نفر افزایش یافت. خبرگزاری روی طرز گزارش کرده است که شمار جان باختگان زمین لرده های ویرانگر و مرگبار در ترکیه و سوریه و بیش از 6300 نفر افزایش یافته. بر اساس این گزارش 4500 نفر در ترکیه و 1800 نفر نیز در سوریه جان باخته است. همچنین تاکنون از زخمی شدن بیش از 20000 نفر در این دو کشور گزارش است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در 10 ولایت در محدودیت این زمین لرده های به مدت 3 ماه وضعیت اضطراری اعلام کرده و گفته است که تاکنون پیشنهاد کمک که از 70 کشور جهان دریافت کرده است. و در اخیر بایدن فرمان اجرایی در مورد افغانستان را تمدید می کند. جیوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به کنگره ایالات متحده اشاره کرد که در حال تمدید فرمان اجرای وضعیت اضطراری ملی با توجه به بحران گسترده انسانی در افغانستان و احتمال فروپاشی اقتصادی عمیق در افغانستان است. با گزارش اسپوتنیک در بیولا مجلس سخنگوی طالبان گفته درخواست تمدید آن غیر ضروری است، بهتر است که مسئولان اقدام کنند و افزود ذخایر خارجی یا دارایی‌های افغانستان که توسط آمریکا مسدود شده است دارایی مردم افغانستان است و نباید سیاسی شود. طالبان از واشنگتن خواست که موضوع دارایی های افغانستان را سیاسی نکند و فورا آنها را آزاد کند. بایدن در این نامه گفته است من تشخیص دادم که لازم است وضعیت اضطراری ملی اعلام شود. در فرمان اجرایی 14064 با توجه به بحران گسترده انسانی در افغانستان و احتمال عمیق‌تر شدن فروپاشی اقتصادی در افغانستان ادامه یابد. این در حالی است که وزارت مالی IMF گفته است که بحران اقتصادی افغانستان به دلیل مدید شدن دارایی ها است. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.